برخی از شعرهای مشهور کشورمان به مناسبت روز پدر تصاویری از پدرانشان را منتشر کردند. قبل از ادامه ویدیو چنل ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگولش هم بزنید. بریم سراغ ویدیو. اولین بازیگر لاله اسکندری است. لاله متولد 3 آذر سال 54 در تربت حیدریه، دانش آموخته رشته طراحی گرافیک از دانشگاه آزاد اسلامی تهران است. خانم اسکندری عکسی از پدرش را به مناسبت روز پدر در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت: میدونم که از اون بالا حواست به هممون هست. بابا واحد، روزت مبارک، غرق در نور و آرامش باشی. بازیگر دوم عباس جمشیدی فرد است. عباس متولد 17 شهریور سال 59 در کرمانشاه است. حرفه خود را از اواخر دهه 70 با بازی و نوشتن چند تئاتر شروع کرد. سپس با بازی در مجموعه تلویزیونی روزگار خوش حبیب آقا چهره خود را به مردم نشان داد. عباس جمشیدی فرد به مناسبت روز پدر با انتشار عکس پدرش در اینستاگرام نوشت: برای من خود غرورمی، من غرورم و رها نمی کنم. روزت مبارک بابا. بازیگر سوم ساره بیات است. ساره متولد 14 مهر سال 58 در مشهد است. او از سال 80 وارد کار تئاتر شد و پس از تحصیل بازیگری در یک سریال حضور یافت. خانم بیات فارغ التحصیل کارشناسی صنایع فرش و دور دیده مؤسسه کارنام است. پدر و مادرش مخالف ورودش به عرصه بازیگری بودند. به همین دلیل به صورت پنهانی رشته دانشگاهیش را هنر انتخاب کرد. او مخفیانه وارد عرصه بازیگری شد و از آنجا رشد کرد. ساره بیات هم با انتشار عکس پدرش در اینستاگرام نوشت: زندگی من، تمام امنیت و آسایش من، نفسهای عمیق من، روزتون مبارک، بابی جانم. بازیگر چهارم پردیس پورابدینی است. پردیس متولد 22 فروردین سال 79 در تهران است. فعالیتش را با بازی در سریال آقازاده آغاز کرد که برای آن نامزد جایزه ی حافظ شد. او برای بازی در فیلم غریب برنده سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن شد. پردیس با انتشار عکس پدرش در اینستاگرام نوشت: مرسی که همیشه کنارم بودی. بازیگر بعد پژمان بازقی است. پژمان متولد 19 مرداد سال 53 در تهران است. در دوران کودکی به واسطه شغل پدرش در شهرهای مختلف زندگی کرده. در سال 73 با ورود به سینمای جوانان مرکز گیلان در اولین فیلمش با نام اعتراف بازی کرد. پس از آن به مدت 2 سال به ایفای نقش در سریال آژانس دوستی می پردازد و باعث شهرتش می شود. پژمان بازقی هم با انتشار عکس پدرش نوشت: روز پدر مبارک. بازیگر دیگر سینا مهراد است. سینا متولد 12 آذر سال 70 در مشهد است. او فرزند سعید سهیلی و برادر ساعد سهیلی است. سینا سال هاست که نام فامیلی مهراد را برای خود برگزیده و با این نام در عرصه سینما فعالیت می کند. پیش از بازیگری در کنار پدرش در چند پروژه به عنوان دستیار حضور داشته و اولین تجربه بازیگریش با سریال سایبان بوده. او با این مجموعه بازیگری را آغاز کرد. سینا مهراد با انتشار عکس پدرش در اینستاگرام نوشت: روز مرد و تولدت مبارک شیر مرد. بازیگر هفتم مونا کرمی است. مونا متولد 18 آذر سال 69 در گلستان است. او فارغ التحصیل مهندسی منابع طبیعی می باشد که از کودکی فعالیتش را با تئاتر شروع کرد. سپس از طریق فیلم کوتاه به تلویزیون رسید و حالا در سطح اول کار می کند. خانم کرمی هم با انتشار عکس پدرش نوشت: گفتم بارها و میگویم بی وجودش حیات مکروه است. بازیگر هشتم محمد رضا گلزار است. محمد رضا متولد 1 فروردین سال 56 در تهران است. فعالیتش را در سال 77
به عنوان نوازنده ی گیتار در گروه موسیقی آریان آغاز کرد. مدتی بعد فعالیتش را در زمینه ی بازیگری برای اولین بار در فیلم سام و نرگس شروع کرد. رضا گلزار با انتشار عکس پدرش در اینستاگرام روز پدر را تبریک گفت. بازیگر بعدی جوان دلشاد است. جوان متولد 20 شهریور سال 69 در رشت است. فعالیتش را در سن 20 سالگی با تئاتر شروع کرد و وارد عرصه بازیگری شد. جوان هم با انتشار عکس پدرش روزش را تبریک گفت. بازیگر آخر حمید گودرزی است. حمید متولد 2 آذر سال 56 در تهران است. او فارغ التحصیل بازیگری از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد است. فعالیت هنریش را با بازی در نمایشی به کارگردانی محمد رحمانیان آغاز کرد. حمید گودرزی با انتشار استوری در اینستاگرام روز پدر را به او تبریک گفت. دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. اگه نظر یا پیشنهادی داشتین داخل کامنت ها به هم بگین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. شاد و سرحال باشید و خدا نگهدار.